درود به همه شما ورزشجویان عزیز و دوست داشتنی. بعد از شکست سنگین تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل انگلیس، کارلوس کیروش طبق عادت همیشگی به در و دیوار حمله کرد و به جز خودش همه رو مقصر دونست. از تماشاگرای ایرانی حاضر در استادیوم گرفته تا خبرگزاری ورزشی که اتفاقاً با همه توان از تیم فوتبال جمهوری اسلامی حمایت کرده. کیروش بعد از بازی گفت: به ورزشی هم تبریک میگم که ترکیب تیم ملی مقابل انگلیس رو ساعت‌ها قبل از شروع بازی لو داد. شما کارتون رو خوب انجام دادید و یک قهرمان بزرگ هستید. این به ما نشون میده که یک نفر در تیم حضور داره که با شما صحبت کرد. کیروش معتقده یکی از بازیکنهای ذخیره ترکیب تیم رو به ورزش سلو داد. پژمان راهبر سردبیر این خبرگزاری در واکنش به این مصاحبه کیروش نوشت: مثلا اینجوری شده که بعد از انتشار ترکیب ساوتگیت ناشتا قبل صبحونه دو دستی زده تو سرش و گفته بچه‌ها بیچاره شدیم، چشمی و کریمی اومدن تو ترکیب، همه جمع شید بدل بزنیم به این ترکیب استثنایی و فوق تاکتیکی. اما سوشا مکانی هم بهترین جواب ممکن رو به مصاحبه عجیب طارمی داد. طارمی توی یه مصاحبه در واکنش به سوال یه خبرنگار خارجی در مورد وضعیت ایران با عصبانیت گفت: وضعیت ایران به من مربوط نیست. من نه سیاسی هستم و نه میخوام به سوالات سیاسی شما پاسخ بدم. از من فقط در مورد فوتبال سوال بپرسید. تعجب میکنم که چرا کسی در مورد اوکراین حرفی نمیزنه. سوشا مکانی در واکنش به این مصاحبه طارمی نوشت: ما هم سیاسی نیستیم، اما وقتی هموطنم گرسنه بود شکم سیر منم درد میکرد. وقتی هموطنم تیر خورد جای تیر روی بدن منم موند. وقتی هموطنم برای آزادی مرد من هر روز و هر لحظه میمیرم. نیازی نیست سیاسی باشی، فقط کافیه باشرف باشی. اما به نظرم لازمه اینجا یه تبریک بزرگ به صدا و سیما بگم. این رسانه بالاخره تونست بیشرفترین مجری تمام طول تاریخ رو پیدا کنه. یکی از مجری‌های صدا و سیما که هیچ کس حتی نمیدونه اسمش چیه، با حمله به علی ضیاء از بیشرفانه ترین ادبیات ممکن در مورد مردم ایران و معترضین ایرانی استفاده کرد. مجری که مشخصه مأموریت ویژه‌ای از طرف صدا و سیما گرفته تا هم حواسا و البته فوشا رو به سمت خودش جلب کنه و هم با چسبیدن به علی ضیاء خودش رو معروف کنه. علی ضیاء مجری تلویزیون یه استوری گذاشتن، نوشتن که جای هنرمند در زندان نیست. اصلا بعضی چیزا انقدر الکی تکرار شده همین فکر میکنه آقا خیلی درسته، مثلا خیلی با کلاسه. یکیش همینه که مثلا جای فلانی در زندان نیست، مثلا فلان شغل، فلان صنف. یعنی مثلا یکی رو میگیرن مادره، میگن مثلا جای مادر در زندان نیست. هنرمنده، مثلا جای هنرمند در زندان نیست. آقا چرا نیست؟ پس کیو بگیرن؟ یعنی الان مثلا آقای ضیاء نوشته که جای هنرمند، ورزشکار، دانش آموز، دانشجو کی موند؟ یعنی فقط میتونن کسایی رو بگیرن که مثلا سردرش زده باشه من مجرمم، من مثلا تروریستم، شغل رسمیش باشه. خب بالاخره هر کسی یه چیزی هست دیگه. یعنی الان هر کی میخوای بگیریم باید یه بی پدر و مادری باشه که از زیر بوته در اومده باشه، چون اگه چی جای فرزند در زندان نیست. بعد بچه هم نداشته باشه چون میگن جای مادر در زندان نیست. بیکار هم باشه چون هر کاری داشته باشه میگن جای اون شغل در زندان نیست. هنرمنر هم نداشته باشه. کی موند؟ نه آقا جون، هر کسی خلاف میکنه باید بگیرن اگر مجازاتش زندان. صحبت‌های این مجری که ناگهان شرافتش رو به حراج گذاشت رو مقایسه کنید با صحبت‌های دانشجویی که با استناد به حرفای خود خمینی و خامنه‌ای از یه راه حل خیلی ساده ثابت می‌کنه که باید خودشون سر حرفشون باشن و دست از سر ایران بردارن. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. کشور دچار بحران‌های عظیمی است که باید گفت دلیلش رو می‌بایست در نظام سیاسی حاکم بر کشور جستجو کرد. نظامی که قرار بود مشکلات را حل کند اما حل نکرده بر دامنه و شدت آن افزود. این نظام امروز با توجه به آنچه خود مدعی آن بوده محکوم است. بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گفت ایران پدران ما پهلوی را می‌خواستند. آنها جهدی داشتند که برای سرنوشت امروز ما تصمیم بگیرند. آیا امروز نمیتوان گفت نسل 57 جهدی داشت که بخواهد برای نسل ما تصمیم بگیرد؟ همون میگفت گیرن آقای شاه انسان خوب و شریف. آیا ما حق داریم این آدم شریف را نخواهیم؟ حال ما میگوییم گیریم این نظام هیچ نقطه سیاهی ندارد. اصلا آیا ما حق داریم این نظام را که هیچ نقطه سیاهی ندارد را نخواهیم و این نخواستن را با یک رفراندوم که کار را به خشونت نکشاند بیان کنیم؟ نه اینکه به گفته رحیم‌پور ازغدی حتما مجبور باشیم خون بدهیم. اگر ملتی بگوید حکومتی را نمیخواهد، آیا حق آن ملت یک
سعید است. و در نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه هم باید مردم بخواهندش، نه 50% به اضافه یک رأی، بلکه اکثریت مطلقی که مخالفان در برابرش اقلیتی ناچیز باشند. با استناد به همین سخنان رهبر فعلی نظام، مردم نمیتوانند خواهان برگزاری یک رفراندوم زیر نظارت نهادهای بین‌المللی بشوند تا مشخص شود آیا این نظام دارای اکثریت مطلق هست یا نه. من البته به عنوان یک لیبرال محافظه‌کار در سیاست و یک نئولیبرال در اقتصاد رفراندومچی نیستم و اکثریت برای مقدس نیست، اما در شرایط فعلی چاره دیگری را نمی‌بینم، چنان که گفتارهای دو رهبر این نظام هم همین را می‌گوید. ما نیاز به گفتگو برای گذار غیرخشونت‌آمیز در نظام فعلی داریم، اما گفتگو با چه؟ چگونه میتوان با کسانی گفتگو کرد که معتقدند آقایشان چیزی نمیگوید و عملی را انجام نمیدهند مگر با نظر آقا؟ این رهروان نظریه انسان کامل که به قول فقهای ما شیعیان دکانشان دکانی در برابر امامت بوده و هست، با بسط منزل امتناع تفکر امکان هر نوع گفتگو را سلب کردهاند. شعارشان حیدر حیدر است، اما حیدرشان نه علی ابن ابی طالب بلکه شیخ حیدر صفوی است و منطقشان منزل چهاردران که با شمشیر و تبرزین و تیر و کمان میخواستن به جنگ تفنگ و توپ برمن. تقابل اقتصادی که 0.5% اقتصاد جهان بوده و با تحریم ها 63% هم از همون 0.5% کوچکتر شده، با آمریکا و اتحادیه اروپایی که 50% اقتصاد جهان هستند چیزی نیست مگر بسته همان منطق چهاردرانی، وگرنه کی فقهای شیعه به امام علی در زمان خود گفتند که باید روم و چین و هند را فتح کرد و گاههای سفیدشان را حسینیه کرد. زمان شما همون شد. من منظرت بکنم.